هم گرفتار نیم ساعتی بیشتر ما یه مزاحمش ذره بریم نزیاد سریعا از اون چند تا سوال کنیم ببینیم بزمان جان موها رو اول وقت اضافه هم داریم. حالا من موهامو برای کار یکی قبلتر موهامو رنگ کرده بودن، مشکی جوانتر هم کرده بودن، یه ریش بلندی گذاشته بودم که تا یه تصویری هم تو فضای مجازی اومد، کامنت های بامزه ای هم زیرش بود. ولی آره، ولی برای کار بود و ناچارن بعد با توجه به اون شخصیت اون کاراکتر گیریم شده بودم. سر کار قبلی که کار آقای محمد حسین مهدویان بود، موام رو از تر زده بودن و دیگه منم وقتی دیدم که موها رو زدن دیگه همینجوری گذاشتم که بلند شد، چون هنوز رنگا زیرش مونده بود بعضی جا و دیگه همینجوری رشد میکنه تا ببینیم کار بعدی چه اتفاقی. اجمان جان موات هم میزنن یه سری تغییر قیافه هم میدن سخت‌تره یا فوتبال؟ چون فوتبال مال خودت بودی. بله، نکست... سینما برای من خیلی سخت‌تره. فوتبال چیز بود که بچگی بازی کرده بودم، بلد بودم، همینجوری رو یه ریلی قرار گرفتم. همه میپرسن، حتما شما هم میپرسن، میگن چجوری فوتبالیست شدی؟ من اصلا واقعا یادم نمیاد چجوری بود. اصلا فوتبالیست بودم دیگه، از 3-4 سالگی داشتم دنبال توپ میدویدم و این روند نگاه جلوی پای ما گذاشته شده بود. ولی این تغییر خیلی کار سختی بود، خیلی سخت بود و همچنان هم هست، ولی خب جذابیت خودش هم داره. وقتی مردم از یه کاری استقبال میکنن، راجبش حرف میزنن، خستگی حتما در میره و انگیزه پیدا میکنه برای پله بعدی. کریم جان چیز من بگم، بالاخره همه ماها یه سری دوستایی داریم، منم یه سری بالاخره دوستای سینمایی دارم که تو سینما دیگه. اولی که پژمان فکر می‌کنم وارد سینما شد، خیلی ها مخالف این قضیه بودن و خیلی ها شاید حتی طبیعیه خب تمسخر می‌کردن قضیه رو، حالا جلو خود پژمان. بله طبیعیه، ولی همه‌شون الان فکر می‌کنم بالای 90%شون اعتقاد دارن که بسیار استعداد ویژه‌ای داره پژمان، خصوصا زیر خاکی. آخه ما استعدادش رو قبلا میدونستیم، ما خب قبلا خب هم تیمی بودیم، ایشون بود، حامد کاویانپور و مرداد میناوند. واقعا این سه نفر اون سال که تو تیم بودی، یعنی این استعداد رو واقعا داشتن ستاشون هم، که اگه ورزش نباشه بیان تو هنر 100% موفق میشن و خدا رو شکر که حالا خب مرداد پشمانو... نگرفت کارش فکر کنم پژمان نجوم مرداد شوخیاش آپدیت آره همش ولی حامد واقعا آره حامد آره با نمک حامد جز معدود آدمایی بود که حالا خودت میاد تو اردو جرئت میکرد با بزرگای تیم شوخی کنه، اینقدر با مزه و با نمک این کارو میکرد که قررو بود اون اسمش جرأت نداره، چون به کسی بر نمیخوره، اینقدر درست شوخی رو اجرا میکرد بچه خوبی. آره واقعا با مزه بود. حالا عجبس موندم سلامت باشی. فوتبال الان موهاتو میزدن میذاشتی فوتبال کنم؟ عکسای قدیمی رو میبینم من، کلا فقط یه که مو بودم، یه که مو بودم، لاغرم بودم خیلی، فقط مو. به کسی اجازه نمیدادی موهاتو بزنی؟ نه دیگه موهامونه، ولی من خب خیلی هم عادت به ژل و اینا نشم، یعنی اونجوری نبودم که مثلا قبل بازی خیلی سی بودن. آره. میزنن بقیه نمیزنن. آره. اینجا سرعت رشد به نظرم خیلی بیشتر از فوتبال بوده، درسته؟ فوتبال زود رشد کردم، بعد دیگه تو یه جایی متوقف شد این رشته، ولی اینجا خب حالا شاید چون کمتر بلد بودم رشته بیشتر به چشم میاد. اونجا تا زمانی که مثلا سایپا بودم، تا حتی سال اولی که پرسپولیس بودم و اینا، خیلی همه چی رو روال بود. بعدش که هم پرسپولیس یه افتی کرد، حالا آقا کریم یادشه، خودشون هم برگشتن تو اون تیم کمک کنن تو اون مقطع و اینا، یه سال ما قهرمان شدیم، سال بعدش استادیوم آزادی رفت زیر کشت، ما بازیام افتاد تختی، اصلا بازی بی انگیزه. و همون سالی که سپاهان البته واقعا به حق قهرمان شد، و دیگه یه دو سه سالی حالا میگم افت، مثلا دوم سوم میشدیم، منظورم اینه. و خب ما هم به تبعش از تیم ملی دور شدیم و دیگه هیچ وقت اون روزای خوشی که زمان اولی که اومدم پرسپولیس یا سایپا بودم یا کشاورز بودم و دیگه هیچ وقت تجربه نکردم، فقط بازی میکردم حالا توی یه سطح متوسطی. ولی حق داری شما، بیشتر دیده میشه، چون میگم از صفر شروع کردم اونو، از یه جایی از بچگی یاد گرفته بودم و وقتی مردم منو دیدن که دیگه فوتبال رو بلد بودم، اینجا وقتی مردم منو دیدن که هنوز هیچی بلد نبودم. واقعا بلد بودی پژمان؟ حالا یه چیزای ذاتی هست، ولی واقعا خب الان من خودم سریال پژمان رو میبینم، درست که خیلی سریال خوبیه به خاطر فیلم نامه ای که داره و پیمان قاسم قاری پشتش بود و اینا، ولی خب الان نسبت به حالا که بازی میکنم میبینم چقدر چیزای جدید یاد گرفتم، پخته تر شدم، یه کاری که اونجا میکردم نمیکنم، یه کاری که باید میکردم و میکنم و بیشتر یاد گرفتم. حالا خیلی راه دارم، ولی خیلی بیشتر پخته تر شده نسبت به اون. اولین پیشنهادتون کی بود آقا پژمان؟ همون سریال پژمان بود دیگه، ایدهش مال خودم بود. مثلا من حالا برای خود شما هم پیش اومده کمتر از من، چون شما همیشه شناخته کار کرد یا نه نه بعدش کار کردم. بله بله، من یادم مثلا من رفتم یه بانکی یه چکی داشتم 5 میلیون، اون موقع 5 میلیون پول کمی نبود، مثلا 50 میلیون الان بود.
رفتم داشت برگشت میخورد، چکم تو سعادت آباد دیدم دیگه وقت نمیکنم برم تا میدون شیخ بهایی، رفتم سعادت آباد این چکو انتقال بدم به جایی که بود و اینا. چکو گذاشتم اون آقایی که متصدی بانک بود همجوری داشت سیمینش منو نگاه کرد و گفت این چیه؟ گفتم آقا چکه. گفتش که کارت شناسایی. من رو دعواسی هم دارم خیلی سخت بودم معرفی میکردم اپرسوس دو سه سال بود رفته بودم هنوز فوتبال بازی میکردم، حالا یا فولاد بودم یا ابو مسلم بودم یادم نیست. یه ذره گذشت که آقا با شما میگم کارچناسی، گفتم آقا ببخشید من حقیقتش به خاطر شغلی که داشتم عادت ندارم کارچناسی. گفتم مگه چی کاره ای؟ گفتم فوتبالیستی. گفته بند خدا باز لطف کرد، گفت هر کی تو این بانک خدا شاهده آقا خدا داره و همکارای من یا مشتریامون شناختنت برش دار بیار اینجا. آقا من نیم ساعت اینجا نشستم خدا شاهده آقا خدا داره نیم ساعت نشستم ساعتم بهش میزن و هیچ کس منه. بعد من اینا رو برای پیمان رو بسیم خواهی تعریف میکردم یا مثلا سوپرمارکت محل میرفت اینا نمیذاشم من دست به چیزی بزنم. ما سره میمدیم این خیلی وار بود. بعد که پرسویس رفته بودم دو سال گذشته بود میگفتم مثلا شامپو کجاست؟ میگفت اون میرفتان. اشکالی هم نداره ولی اولش هم این کار رو با ما نمیکرد. یه صحنه داره یکی هم بچه ها میره تو غرب. خب ما مشهد این صحنه رو داشتیم، یکی هم مربی های مشهدی مادرش فوت کرد، یکی از کمکاش رفته بود تو قبر گفت نمیشه من با جای مادرش بخوام. من آقای رحمتی سر بود بهروز اینا انقدر به این صحنه خندیدم. ما خیلی راجع به این چیزا حرف می‌زدیم که اون فیلمنامه اونجوری من یه ایده ای دادم پیمانم طرحش ایده جالب الانش هم من می‌بینم واقعا خیلی حال می‌کنم باهاش، مخصوصا قبل برنامه گفتم اونجایی که دوست صد باشگاه داره من می‌دونی با کجاش حال می‌کنم. صحنه‌ای مثلا میاد میگه من پژمانم نمیشناسنش. خب خیلی خوب زنها رو میاد. حالا من میگم شما دو نفر انقدر آدمای بزرگی هستید که فراتر از ورزش شما رو میشناسن. نه واقعیت، یعنی شما هیچ وقت چهرهتون فراموش نمیشه، ولی شما در نظر بگیم فوتبالیستایی که حالا هم دورای خودمون هم بودن تو پرسپولیس شما هم دیدید حتی تیم ملی، یعنی آدمایی هستن که الان واقعا مردم تو خیابون نمیشناسنشون، شاید بازی ملی 20 تا بازی ملی هم داشته باشن. نمونای زیادی داریم، حالا من نمیخوام اسمم. شما یه چند نفرید که هیچ وقت با این برخورد نمیکنید چون همیشه هستید و همیشه میشناسنتون و اینقدر بزرگ بودید که فراموش شدنتون واقعا سخته. ولی واقعا این واقع، یعنی یه درگوشی بود که ما توی سریال پژمان درگوشی بود. اون یه دیکه که اداره میره تو صفحه همش اینجوری میگه بود که فرودگاه یکی دو جا بود تو اداره میره. واقعا رو به دوربین اینی که آقای پژمان جمشیدی میگه خیلی جسارت میخواه که خب ماها فوتبالیستا پژمان جان میدونه که خیلی ادامون خیلی زیاده. بله. دیگه بله. اینی که بیای رو به دوربین بگی من رفتم منو نشناختن اینو بعد بیاری به صورت طنزش هم کنی به نظر من خیلی جالبه. من یه موقعی شوخی های مثلا توی برنامه دورهمی با آقای پروین انجام دادم چون خودم از شوخی ناراحت نمیشم، احساس میکنم همه هم اینجوریان و خدا شکر حالا ایشون هم ناراحت نشونه، ولی منظورم اینه که اگه وقتی هم من شوخی میکنم حتی با یه آدمی بزرگتر خودم مثل آقای طالبی مثل آقای پروین که همون زمان فوتبال خودمونم این کار رو انجام میدادیم، آره چون خودم هم ناراحت نمیشم. یه سری واقعیات تو زندگی آدم ها هست که هست دیگه، تو اگه فرار کنی خودتو کوچیک میکنی. اینی هم که شما میفرمایی آره یه درگوشیه بین ما فوتبالیست هست که آقا دیگه نمیشناسن ما رو، آقا تموم شدیم ما و اینو ما تو سریال بجما انجام میشیم. به نظر یه تابو شکنی هم شد، یعنی فوتبالیست ها باید بدونن واقعا همه اینایی که الان رو سر و کول مردمن واقعا شاید 10 سال دیگه نشناسنشون تو کوچه و باید با این کنار بیان. یعنی ما گنده تا از آقای پیوس و آقای محرمی یه بچه مثلا 15 ساله شاید اصلا آقای پیوس و نه خب بعضی واقعا اینم بدونن که این مقطع واقعا خیلی کوتاهه، یعنی بلد. هر کاری دلشون بخواد نمیتونن انجام بدن و حالا شاید بعضی موقع خب تو لول بالا باشن یه دفعه فوتبال تموم بشه اون اتفاقی که حالا میگم تو سریال شما افتاد خیلی میتونه اتفاق بیفته واسه همه. من خاطره جالبی از اون سریال داری؟ اون سریال بیشتری خاطرات من مربوط به همون بچه‌های فوتبالی میشد که اون سکانسی که داشتیم میشستیم جلوی دوربین و داشتیم با علی موسوی اینو بازی می‌کردیم. علی موسوی بی‌نظیره. علی موسوی بی استعداد دوست داشتنی، یعنی فوق العاده است. این یادت میاد فقط دنبال جنس یه یوان خیلی هم دوستش دارم، خیلی هم عجب بامزه و خیلی من با علی موسوی میخندیدم، یعنی انقدر این دیر سکانس ها رو میگرفت که چه اتفاقی قرار بیفته این دیر گرفتن بهروزم، یعنی یه جوری بازی میکنم که الان دعوا میکنه. آره بهروزم خیلی بهروزم معاذه بود ولی همه شون لطف کردن اومدن، یعنی واقعا
هم محمد محمدی، هم آقای موسوی، هم بهروز ربیعی فر لطف کردم اومدم و سکانس های بامزه‌ای هم شد اون سکانس. من تو خودت هم بچه درستی، هم دوست داشتنی، هم رابطه خیلی خوبی با فوتبالیستا داشتی. همیشه هم اونایی بود که احترامو میذاشت. بله، و بله. حالا یه سری شوخیایی داشت ولی شوخیاش اونقدر ما خود دادی. حالا یه بار افتخار اینم داشتیم که آقای پژمان خان ما رو دعوت کرد تئاترشون رفتیم. واقعا تو تئاتر هم فوق العاده بود. یکی از این سینمایی ها به من گفت وقتی پژمان بازی کردی سینمایی ها خیلیشون باور کرد. بله. چون میگفت تئاتر خیلی سخته. آره، حالا من که فلان پژمان بود یه جوری بازی کرد همه تعجب کردن. ما یه چیز مثبت داریم، ما که ورزش کردیم، حالا شاید ورزش های دیگه مثل کشتی و اینا هم که پرطرفدار تو سالن پر میشه، این تماشاچی ها رو راحت تر نمیگیره. خیلی سخته در تاثیر قرار نمیگیره. آره، حالا ما جلو 100 هزار تا مثلا، حالا آقای هاشمی نسب یه حرفی یه بار به من زد، من که هیچ وقت یادم نمیره، داشت میومد استقلال، من داشتم میافتم پرسپولیس، همون مقدماتی جام جهانی 2002 بود، بازی ایران و عربستان یادتون باشه آقا کریم، تو خط یک اتوبان ماشین پارک کرده بود. بله، بازی که 2-1 شد، داورم یه پنالتی اشتباه رو نیک برد کرد، ما 2-1 بردیم بازی رو، آقای دایی زد دوتا گلو، شما تشریف نداشتیم اون موقع. وقتی اومدیم خیلی جمعیت زیادی، من اون جمعیت رو فقط یه بار بازی ایران الجزایر که کوچولو بودم رفتم استادیوم، اون موقع دیدم که روی طبقه دو روی این دیوارا هم نشسته بودن. هاشمی نسب دست منو گرفت که این جمعیت رو می‌بینی، این فشاری که الان روی بازیکناست، روی ماهاست، نصف بازی استقلال پرسپولیس هم نیست. من گفتم داره بزرگنمایی میکنه، تا اینکه اولین دربی خودم رو بازی کنم، واقعا وحشتناک فشارش، یعنی با هیچ چیزی قابل مقایسه نیست یه بازی دربی استقلال پرسپولیس، واقعا فشار رو آدم، چون از زمانی که شما وارد این تیم میشی، پیرمرد و پیرزن و بچه و بزرگ به تو میگه آقا این بازی رو نبازی، کسی به قهرمانی کاری نداره، همه میخوان به استقلال نبازی یا به الکس به پرسپولیس نبازی، برای همین خیلی فشار زیادیه. حالا میگم این رو من چون تجربه کرده بودم، شاید یکی از دلایل این که تئاتر برام یکم راحت تر بود این که تماشاگر رو خیلی لمس نمیکردم، یعنی خیلی فشارش رو. من پرسپولیسی هستی؟ طبیعتاً بله. خب راجع به پرسپولیس قهرمانیش خوشحالم میکنه دیگه، 4 سال پشت سر هم بی سابقه است و با قدرت هم این اتفاق میفته. حالا آقا کریم که بخشی از این قهرمانی رو ما مدیون حضور آقای باقری واقعا تو ولی لذت بخش، یعنی سالها بود که ما اینقدر راحت نمیشستیم پای گیرنده. مثلا دهه 60 که من بچه بودم یه همچین چیزی یادم، که اون موقع خب فوتبال آماتور بود و هم یه پرسپولیس بود، یه استقلال، هر از گاهی یه وحدتی می اومد، یه گسترشی می اومد، یه اکباتانی می اومد، یه قمایی بود با آقای علی دوستی می اومدن یه کارایی میکردن، ولی واقعا فوتبال بین این دوتا تقسیم میشد و الان فرق میکنه که همه تیم‌ها برای خودشون مدعی، ولی پرسپولیس با خیال راحت قهرمان میکنه تیم رو و خیلی خوشاینده دیگه، خیلی نسل دوست داشتنی هن. مثل زمان شما که شما ستاره بودی، آقای باقری ستاره بود، شاید ستاره محور نیست ولی واقعا تیم هم واقعا چفت شدن و من نگرانم آیندم که اینا سنشون داره میره بالا، الان سید جلال واقعا شاید سالهای آخر فوتبالش باشه یا بازیکنهای دیگه و دوباره تغییر نسل یه ذره احتمالا ما رو دوچار مشکلات میکنه. خاطره قشنگ فوتبالی من یه خاطره از شما دارم، یه خاطره از آقای باقری، خاطره شما رو تو زمین بودم میخوام بهتون بگم، تا حالا بهتون نگفتم. خاطره ما رو چیزو نگی حامد اون خاطره رو که گفتم، گفت من یه ایراد از شما بگیرم آقای باقری، حامد زد به من، گفت بالاخره علی آقا به کلام، گفت آقای حامد فلان فلان شده بگو برد. ولی نه، خاطره از شما یکی از زیباترین لحظات فوتبال دیدن من آقای باقری، نمیدونم آقا کریم برای چه جامی بود، فکر میکنم مقدمات جام جهانی 96 بود، ما یکی که از کویت عقب بودیم 98 تو کویت ما یه گل زدی فکر کنم با سر زدیم با پا زدیم با پا شد بالا سن تو کویت یکی یک بچگی دیگه همشون افتادن اونا یکی جلو بودن من خودم جزو بهترین گلا اون بهترین لحظه باره. حتی من میتونم بگم از گل آقای عزیزی به استرالیا، شاید اون گله انقدر ناامید شده بودم و اینا اصلا بی‌نظیر بود. در مورد شما هم یکی از بزرگترین اشتباهات فوتبالیمو کردم، یعنی اگه بخوام دو تا اشتباه فوتبال تو زمین فوتبال بگم دو تا انجام دادم، یکیش در مقابل شما بود. حتی من همیشه گفتم شما بهترین بازیکنی هستی که من جلوش بازی کردم، شاید مثلا آقای نامجومتق بی نظیر بوده، جلوی علی کریمی یادم نمیاد بازی کرده باشم چون همیشه کنار هم بازی کردیم، تو روبرو هم یادم نمیاد، آقای باقری همینطور، ولی شما بهترین بازیکنی بودی که من جلوش بازی کردم، واقعا بدون اقراق میگم اگه نبودی. پرسپولیس پاسی که ما دفاع نداشتیم، من و عارف محمد من و امامی فر رو گذاشتن، فکر کنم یکیشون اخراج شد، من شدم دفاع آخر پرسپولیس، 3-3 شدیم، بازی 4-3 آخ خدا داد اون توپی که شما زدین سر زرد، من فکر کنم شما استوب میکنی،
من منتظر بودم شما استوب کنی، من انتحاری خودم پرت کنم رو پای شما. شما این دیگه یه ضرب زدی تو گل و این کردم بعدش زدم. خب من فکر میکردم دوباره استوب، فکر میکردم چون توپ هنوز پله بود. من فکر نمیکردم شما اونو بزنی. من تا مدت ها میگفتم من خودم رو نبخش، من راحت میتونستم خودم پرت کنم رو اون تو و نذارم شما بزنی. من یکی له میکردی من که توپ رو هوا میخواستم بزنم، خودم رو تو مسیر توپ پرت میکردم که شما نتونی استاپ کنی. بعدم پنالتی من گرفتم، داور نگرفت. فکر کنم بهروز یا ابراهیم شا... یا هادی شکوری توپو با سر ملکی علی جان با لگد زد که پنالتی هم نگیره. خسروی هم بعدا اصلا اون بازی بازی اون اومد از تو بازی سنگینی هم بود. یه کوری عجیب غریب بین مهدی هاشمی نصب یه کوری با علی داشتم، کوری در حد که خسروی علی خسروی به من گفت که آقای خسروی الان کارشناسی میکنی اینا، بعد گفت که تو رو خدا بگو اینا اینقدر به هم دیگه چیز نگفت. یکی از بهترین بازی های حالا جالب اون ضربه رو که من ول کردم رفتم دیوونه شدم از همون لحظه که گل خوردی. رفتم توپ پله بود با سر جلو کردم، علی جان ملکی با کف پا زد، آقای خسروی ادامه بازی داد، من دویدم سمتش که اصلا پاش نخورد، من دست کشم رو ابروم خونه خالی بود. همونجا گفت به خدا من فکر کردم نخورده. بعدش من یه خاطره جذابم بگو بعد یواش یواش بریم یه بوله ببینیم و برگردیم دیگه. خاطره جذابم منو تو برنامه دوره اما بگو علی آقا بگو از دوستان بگو. اونم اون تمرینی که آقا کریم هم اون سال اومده بود علی آقا یه بازی رو مساوی کردیم، گفت دیگه خودم تمرین کردم. اون آرش گفت آرش بگوی نمیخواد تمرین، خودم تمرین کردم. یعنی سوراتی‌ها رو می‌خواست ببر دیگه. یه 15 20 دوره دور زمین دویدیم. آره 15 20 دور زمین کلاهرم کج می‌ذاشت کلاه. یه گرگو سرمه‌ای هم داشت اونو می‌پوشید. یعنی آره زمستون آقا رفت واسه سر 6 رفتیم برگشتیم مثلا 5 بار آره رفت واسه سر 18 رفتیم برای بعد دیگه میدید مثلا ادامه هم دید دو تا پشتکم اضافه میکرد. رضا جباری یحیی گل محمدی تو دومی گفت علی آقا من نمیتونم، گفت باری تو علاوه بیرتش نمیتونه گفتش هر کی خسته است بره بیرون. بعد یحیی گفت من بعد تازه شروع کرده دومی بود خدا شاهده، بعد رفت بیرون گفت باری تو علاوه بیرتش ببین نمیتونه. مثل مرد جباری تو 26می بالا آب و گفت خاک تو سر. آقا علی آقا ما نمیذاش 4-5 تا دمه دمن میگفت برو بیا برو. بعضی موقع یادش میره خدا جنا خدا دار پشتک میزدی هر کی میرفت یه سمت. اون سحنه پشتک شوترم پژمان بودید بودی پژمان؟ نه ما اونو تو تیم ملی بودیم. نه نه با چیز تو پرسپولیس هم بوده ولی من اونو تو تیم ملی خودم دیدم. یعنی یه مثلا میگفت از یه دونه دو تا سه تا تا هفت تا رفتیم بعد پاس میدادن شوت بزنی بود. فکر کنم آقا مهدی بود فرونزاده که برعکس دوید زد این بری. یعنی خب نمیدیدیم که خب شما خب دو تا سه تا میزنید ولی بدنمون عادت کرده بود خدا میرفت. آره خدا شاهده میرفتیم تپای داوودی نه میگم هر کی شکوفه در نیاره بدنش آماده نیست و همون شکوفه چیه دیگه یعنی بالا نیاره. یعنی آمادگی ما منوز به این بود که ما شکوفه بیارم. ولی جباری عالی بود تو بیستومی بالا و گو خاک دون سر یا دومی رفت. آره گفتیم آیا تازه شروع کردیم چی خسته ای تو رفت بیرون. آقا کریم هم یه بازی اخراج شد تو اهواز. نه یه بازی تعویض تعویض دقیقه مثلا 5 دال خودش میگه دومی دقیقه 5 یا 10 گفت تعویضم کنین. بین نیمه اومدم گفتم آقا کریم چی شو گو خیلی گرم گفت مثلا برای ما خونه نه آخه جریانش بدیم چی بود جریانش بدیم چی بود ما همون 7-8 اخراجی بود ما از طرف آقا بگویش. بعد دیگه ما تو استراحت بودیم دیگه 3 ماه بود تمرین هم نداشتیم. یه دفعه خدا رحمت کنه آقای خطیب اومد گفتش که شما همه تو باید برگردیم. بود ما نمیشه که ما نه تمرین داریم. بعد برگشتمون هم همون خورد به بازی با مثلا چهارشنبه ما رو آوردن جمعه بازی کنم گفت کیا فیکس میتونم بازی بودی؟ کنم بله ایشون هم بود گفت کیا میتونم فیکس بازی کنم من آقا کردم گفت کیا یه نیمه نه جباری دستش ماهی بود جباری به اصلا من گفتم چی رو بگن میبریم ولی آزم که کیا 10 دقیقه میتونم اول نفر گفت کی میتونه 90 دقیقه حمید گفت من بعد به من گفتم من والا تمرین ندارم حالا چقدر تونستم میتونم.
بقیه هم همینجوری به رضا فکر کنم خام محمد رسی اونا گفتم اصلا نمیتونی خام محمدی باز نیمه رو دست اولنگ تجباری دست شد هیچ وقت بالا نمیشه اون چند دقیقه میتونی رفتیم تو بازی بعد یه دونه هم پاسا دادم رسیلی بهتون دفاعمون یونس بود آره یونس بود و افشین دفاع بودن بعد توپو شروع کردن دادن حالا نمیدونم افشین داد به یونس آقا یونس یه دونه پاس بلند بعد خیلی گرم بود خود داد خیلی آقای بعد من رفتم با زورکی با تک وسط زمین توپو نگر داشتم همون جا موندم اینجوری کردم بعد همه فکر کردم من مصدوم شدم بعد گفتن چیه دویدن اومدم بالا سرم بعد خلاصه منو آوردن بیرون دیگه تعویض شدم من گفتم دقیقه 3 4 بود بعد اومدم هم پرسیدم کجات مصدوم بودم مصدوم چیه دی نفسم بالا نمیاد امید خانم یه دونه بهش داد اونجوری الان یادشون یه دونه تو فضا بهش داد اون جلو استاد این برو نگاه میکرد پاس میداد به توپه نمیرسید خیلی گرم بود روزای وحشتناکی سال بعدی هم بود سال تلخی هم شد بهش من دفاع چپ بازی میکردی و دفاع راست من توی کشاورز و سایپا فوروارد بازی میکردم بعد که آقای مایلی کوهن اومدن سایپا سه تا فکه بازی میکردن دو تا رو دستم بازی که یه نوک بهنامو میذاشتن یعنی یعدالله اکبری و محمد سلطانی و شهریار داستانو میذاشتن سه تا آره 4 5 1 تقریبا بازی میکردم من بال بازی میکردم تو سایپا اومدم پرسپولیس هفته اولام فوروارد بازی کردم بعد علی آقا به مرور من آورد پیستون گذاشت پیستون بازی کردم موقع 3 5 1 3 5 2 بود به خصوص بازی استقلال از اونجایی من رفتم چپ که خب مثلا من راست بازی میکردم آقای خان محمدی بیرون میشه خب همیشه هم آماده بود و بازیکن تاثیرگذاری هم بود علی آقا دنبال یه راهی بود که هم اون بازی کنه همین که بالاخره چپمون هم یه ذره چون موقع چپم نداشتیم امامی فرم رفته بود بازی استقلال پرسپولیس هتل لاله هم بودیم منو صدا کرد گفت فردا میخوام بذارم چپ گفتم باش گفت میخوام با جلو نوازی بازی کنی منم گفتم باش و دیگه من دیگه از اون به بعد چپ بازی کردم کل اون سالی که قهرمان شدیم و من چپ بازی این ملی هم بازیات زمان بلازویش کردی دیگه درسته زمان بلازویش بازی کردم زمان آقای طالبی هم چند تا بازی دوستانه قبل لبنان بازی کردم یعنی اولین بار اون موقع دعوت شدی پژمان لبنان نبود چرا بودم دیگه راست میگی پژمان بود بله چیزم زمان براگای برزیلی بین جلال طالبی و بلازویش هم براگای تبریز بازی کردم تورنمنت مسخره لبنان بوده پس پژمان آره بابا بود آره لبنان بودم بله همون بازی که یکیش با اون بازی سرنوشت من عوض میشد چون اون موقع تیمای هر کی چارتای آسیا رو پیدا میکرد سربازی معاف میشد ما اگه کره رو میبردیم میرفتیم بالا ما سربازی معاف میشد اصلا پرسپولیس جدا نمیشد اون سال دفاع راست بازی میکرد دفاع راست بازی میکردم بیشتر تو تیم ملی دفاع راست فر بود دیگه نوازی بود نه امامی فر بازی راست محمد بود محمد نوازی رو بازی نمیداد حتی هلالی هم گاهی موقع راست اسماعیل نه اصلا نه بازی نمیداد ولی رو راست برداشته بود محمد رو نمیذاشت محمد رو سمت راست تو استقلال راست داره هم پستاش آره آقای نوازی بود آقای مهدوی کیا بود هلالی بود مفهوم مرداد مینوند بود بهش ما یه نفس بگیریم بریم بریم آقا این یه وله یه چیزی ببینیم برگردیم ها بعد دیگه آقا پژمان و یواش یواش پیلا پیلا رو بریم زندگی همش یه سفره این جمله برای من خیلی معنی میده اندازه تک تک بازیام سفر کردم از همه جای ایران تا دورترین نقطه دنیا از شمال تا جنوب یه روز اروپا یه روز هم استرالیا من همه زندگیمو سفر کردم و این یعنی درست سفر کردن یاد گرفتم. سفر تجربه ارزشمندیه. خوب سفر کنیم. پیلا پیلا. پژمان میگن علی آقا با سالی سیلات خیلی مخالف بوده اون موقع. حامد داشت یه بار این کارو میکرد. حامد سالی سیلات میزد و بعد منیزیوم میخورد و اینا و بعد علی آقا حالا راست هم میگفت. میگو ما اون موقع من و آقای قیلیچخانی اینا با علایالدین خودمونو گرفتیم که با علایالدین بکنیم تو رقیم ولی خب تفکرات خودشون رو داشتن ولی واقعا من به جرئت میگم حالا نه اینکه شوخی کردیم بخوام فضا رو برگردونم اینا واقعا باهوش بود آقای پرده تو ترکیب چیدن بی‌نظیر بود
واقعا یه جوری نشون میداد انگار هیچی از تیم مقابل نمیدونن. به ما هم میگفت آقا کریم هم میگفت اصلا نیاز نیست اسم بازیکن تیم بر شما پرسپولیسید باید ببرید. و واقعا زمانی که آقای پروین پرسپولیس بود ما خیلی همون اسم بازیکن تیم حریف رو نمیدونستیم به خاطر اینکه هیچ‌وقت آنالیز اونجوری نداشتیم. ولی مثلا همین که منو میذاشت چپ، مثلا یهو یه بازی مهدی تاتا رو میذاشت یه جایی که اصلا فکرشو نمی‌کردی، یا حسن خان محمدی میذاشت یا حامد، و واقعا باهوش بود واقعا. یعنی بیخودی این همه سال قهرمان نشد. درسته که حالا بازیکن‌های خوب همه اینجا بودن، ولی سخت شما سال‌های یه تیمو قهرمان مثلا کار کردن با یه عده ستاره یه جا سخت‌تر. فقط هم علی آقا میتونست به نظر من کنترل کنه. من اولین باری که دعوا شدم تیم ملی پیمان سال فکر کنم یا 69 یا 70 بود، 20 سالم بود. من رفتم اردو اولین جلسه که وارد شدم دیدم اصلا ترسیدم. آقای محرمی خدا رحمت کنه، آقای قایقران، هر چی فوتبالیست بزرگ بود و جمع کردن اینا فقط علی آقا میتونه اصلا جمع کنه. اون تیم که اصلا رویایی تیم عجیب بود، پکن و اینا. آره تیم پکن دایی. اصلا من همیشه فکر میکنم چه جوری هافبک رو میچیده، یعنی بین آقای بیانی، آقای فنونی زاده و آقای مطلق و ابتیانه یکی بعد میشه سیرو. خیلی بودن آقای درخشان مثلا نبود، خط زد اون سال، خط مثلا میشم درخشان نباشه با اون کیفیت. بابا خود محسن آشوری بازی نمیداد، بود با تیم بازی نمیداد. اون سال فوق العاده بودن بازیکن ها، چه تو استقلال چه شاهین پرسپولیس فوق العاده بودن. من خودم فرار کردم دیگه، علی آقا گفت مثلا به نظرم داشتیم میرفتیم کویت بازی دوستانه بعد بریم برای بازی های 92 هیروشیما، دیدم بابا اصلا نمیشه. آقا فرشاد، آقای فرشاد پیوز، آقای مشتاق کرمانی، آقای مرفاوی، آقای مدیر روستا، گروسی هم بود، نه آقای شاه محمدی، شاه مهاجم شده هم بود. اصلا پنج تا رو آنیان همه شون هم عالی، عالی بود. آقای باوی نبود دیگه اون، نه 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 اون نبود. بعد از همون چین و بازی چین که اون تو پکن هم نبود، نه پکن که آقای مرفاوی آقای پیوز بعد پکن یه تعداد چون جالبی. آقا خدا دیگه من موقع زمان بچگی الان یادمه جالب راجبش حرف بزنیم اینه که شما نکن آقای پروین پرسپولیسی بود ولی تیم پکن تقریبا 9 تا استقلالی تو زمین بود. استقلال اصلا ترکیب استقلال بود، یعنی از آقای عابدزاده، آقای حسنزاده، آقای زرینچه، آقای بیانی، آقای فنونی زاده، آقای نامجو مطلق، صمد محفوظ، اسکلت فرمان استقلال همشون. با اینکه ما درخشان تو پرسپولیس داشتیم استقلال... اگر میزاش کسی ایراد نمیگرفت، با اینکه نمیدونم بازیکنای دیگه داشتیم، ولی واقعا که یادم تو فینال آقای محرمی سر اون کارت که گرفت آقای انصاری فر اومد بازی کرد. آقا بهش من شنیدم مربیگری هم کلاس دیدین. من بله، من هم بلا فاصله بعد از فوتبالم رفتم، من بیرم گرفتم دیگه به آ نرسیدم، تو بی مربیگری هم کردم، ردای پایه مربیگری کردم، یه تیم پارادی هم داشتم. یه تیمی داشتم اسمش الان یادم نیست، ولی تیم پاراگو دو سال مربیگری کردم قبل از اینکه به بله قبل پیش سینما اینا ورود کنی. خیلی هم کار جذابی بود، خیلی سخت بود، خیلی دوست داشتم مربیگری، خیلی. ولی به نظرم یه کسی میتونه مربیگری کنه که 24 ساعت به تیمش بتونه فکر کنه. آره خب، یعنی واقعا کار سخت، هنر نمیمدی فهم کردی بتونی کار کنی نمیشه، نبود. سخت. آره مربیگری اصلا کنار هم نمیشه، اون اینم خیلی سخته کارش، درسته؟ سینما هم کار خیلی سخته. فرقی که با فوتبال داره، حالا ما چون زبون همدیگر رو بهتر متوجه میشیم، شاید اینو راحت نتونم متوجه کنم منظورم چیه. شما وقتی فوتبالیستی برنامه زندگی دست خودت، یعنی میدونی کی بازی داری، کی تمرین میکنی، کی میتونی دوستت ببینی، کی کنار خانواده‌ات باشی. تو سینما واقعا شما نمیتونی اینا رو پیش می‌کنی. یه روزی ساعت 7 صبح میری سر کار، 11 شب برمیگردی. یه روزی 6 بعد از ظهر میری، 7 صبح برمیگردی. واقعا از این لحاظا کار سخت. ما پارسال یه برنامه تلویزیون شبکه 3 داشتیم، ستاره ساز. بله. آخرام ما صدامون در اومده بود. گفتیم بابا ما فوتبالمون مشخصه. دقیقا نه فکر پژمان میزنه. ما 4 بعد از ظهر که تمرین داریم، مثلا من مربیم 3 میرم. 3 و ربع میرم. 45 دقیقه نیم ساعت زودتر. 1 ساعت و نیم هم تمرین میکنیم، میشه 4 ساعت. 7 و نیم که دقیقاً 3 ساعت. بعد شما مثلا به ما میگی ساعت 1 بیا، 4 تا شروع میکنی فیلم برداری. یه دفعه تا 9 طول میکشه شب. تازه ما برنامه‌مون یه برنامه‌ای بود که آقا فیروز هم بود، اصلا آقا فیروز منتظر بود 2 دقیقه مثلا بیشتر شه. دقیقاً همه کلا ما تازه خیلی خوب بودیم، ولی اینش خیلی اینی که پژمان میگه خیلی است، ما نمیتونیم. بعد یه چیز دیگه ای که هست، شما چند تا شخصیت میتونی بازی کنی، مثلا برای منی که خب کم تجربه، خیلی کار سختیه، هی شخصیت‌های مختلف. من الان هم چیزی که شما گفتیم می‌خواستم اینو در پایان بگم، قیافه خودم رو مدت‌ها بود ندیده بودم، یعنی واقعا 1 سال بود من قیافه خودم رو ندیده بودم. تایم کاری هم بیشتره پژمان، نه تایم کاری بیشتره، فوتبال خیلی بیشتر خیلی زیاد. اکثرا هم شباست دیر وقت، بس یک فیلمنامه داره، بعضی شب کاری توش بیشتره، بعضی روز کاری. فکر می‌کنم جزء
پرکارترین هنرپیش های این تو این یکی دو سال گذشته هم بودی پژمان، درسته؟ چند تا بازیگر زیاد میدیم این برنامه پژمان تو یه سال گذشته چند تا سریال فیلم بازی کردی؟ تو یه سال گذشته من پارسال 5 تا فیلم ازم اکران شد، یه سریال هم که زیرخاکی رو بازی کردم. ماشاءالله یه مکمل خوبم تو بازیاش داره آقای سام درخشانی، با هم فوق العاده هستن ایشون هم کاراشون خوب از آب در اومده. به خاطر اون کاراشون خوب از آب در اومده. بعضی ما سعی میکنه زاویه کنه اون از دو برد. اون فیلم هم هست. بیرون هم کل کل داریم پشمان با سام؟ بیرون نه. اون یه ذره جدیدن کمتر راجع فوتبال حرف میزنه. حالا خودش میگه یه موقعی کری خوندم دلزده شدم، خیلی نقد شد بهم، کامنت های بد گرفتم و اینا. حالا من که از اینستاگرام دور شدم مدتی، بلوش هفتش ماهی، یه ذره اعصابم راحت تره، ولی اون بعضی موقع کری میخوند تو فصل گذشته دلزده شده اون دو سری فیلم هاشون هم به هم دیگه تیکه میدازن اونا رو یه پیمان میریم مثل ما هم نیکنیم. من یه چیزی هم راجع به حالا اینستاگرام گفتم یادم اومد. اولا که من واقعا همچنان خودم از فوتبال میدونم، اصلا تا وقتی که زنده ام خودم از فوتبال و ورزش میدونم و جدا نیستم. اگه کمتر تو تمرینای مثلا تیم پیشکسوتا من دلخور میشن چرا نمیای، یا واقعا به خاطر شلوغی کارمه. و اینکه خیلیا مینویسن که چرا پرسپولیس نمینویسی تو اینستاگرام، چرا قهرمانی رو تبریک گفتی، من مدت هاست اصلا اینستاگرام فعالیتی نمیکنم. آخرین پست من شاید برای دی ماه گذشته یا آبان ماه گذشته است و اینجوری راحت ترم. وگرنه اینکه من پرسپولیس بازی کردم، پرسپولیسی ام با نهایت احترام به همه تیم‌ها، و اینکه فوتبالی ام، من اصلا فوتبالیست بودم بعد بازیگر شدم و هیچ وقت خودم رو جدا نمیدونم. مدیون خبرنگارا، نویسنده ها، عکاسای ورزشی ام، مدیون بزرگانی ام مثل شما که کنارتون بازی کردم و هیچ وقت فراموش نمیکنم. اگه کمتر دیده میشم تو این جماعت به خاطر مشغله کاریم. واقعا ممنون که دعوت ما رو پذیرفتی. امیدوارم که حالا بینندگان لذت برده باشن، همچنان موفق و ما دوست داشتیم پژمان چند تا خاطره دیگه بگه، ولی پژمان یکم گرفتار و خواهی بکنیم. پژمان مرسی که اومدی، خواهش میکنم، قربونت برم. ما چون ادامه شو میریم، تو هر موقع دلت خواست میتونی بلند شی، ما کارو بدیم دست آقا. خداحافظی کنم و خیلی خوشحال شدم و یاد روزهای خوش گذشته افتادم. امیدوارم که همه همبازیان سابق من در صحت و سلامت و خوشبختی باشن و برای شما دو عزیزم آرزو سلامتی.